به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر خیر هستین جور و سعدمند باشین شاگردای عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدیم خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هفته ما با همدیگه میخوانیم درست است فصل چهارم اعداد نسبتی هستیم و درس چندم است امروز درس ما و شما درس سوم میشه از فصل چهارم خب شاگرده عزیز ما و شما امروز دو عنوان باید بخوانیم اول چه خاصیت تبدیلی در اعداد نسبتی و بعد از چی رو میخوانیم خاصیت اتحادی در اعداد نسبتی رو با هم دیگه میخوانیم خب شاگردای عزیز قبلی که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانگی رو با ما روان کردین یا نه میتونستین کارخانگی را از طریق نمبر 20964 780 255 40 13 از طریق واتساپ میتونید با ما روان کنید درست است و اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در میان بگذارید درست است شاگرد عزیز پس میریم سر تخته و خاصیت تبدیلی در عدد نسبتی را میگیم که چی است و چه رقم میباشد درست است شاگردای عزیز و گرامی خاصیت تبدیلی در اعداد نسبتی اعداد نسبتی رو که اگه یادتان بیاید ما شما خو خواندیم درست است گفتیم هر عددی که بتونیم به شکل کسر نوشته کنیم او چی میشه او میشه یک عدد نسبتی به شرطی که مخرج از صفر نباشد صحیح پس کسری که مخرج از صفر نباشد با اون میگیم یک عدد نسبتی خب ما و شما در های گذشته جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد نسبتی را خواندیم در درس گذشته درست است و دیدیم که بسیار آسان است و میتونیم کار کنیم. آلی میخوایم چی است؟ یک دو تا خاصیت ما و شما بررسی کنیم در اعداد نسبتی خاصیت اول خاصیت تبدیلی یا خاصیت جابجایی هم به او گفته میشه. درست است؟ پس نوشتن میکنیم خاصیت تبدیلی. پس یک خاصیت تبدیلی یا بعضی از کتاب ها رو چی میکنه خاصیت جابجایی و او چی است؟ او به این شکل است میگه که اگر ما و شما دو تعداد نسبتی داشته باشیم بینش جمع باشد با عنوان مثال ما و شما داشته باشیم دوی بر سه جمع با عنوان مثال شش بر سه دوی دو بر سه جمع شش بر سه جواب چند میشه؟ خب جواب وزیر دریافت کنیم که خب مخرج از چی است مساوی یک از مخرج سه را نوشته میکنیم و عالی صورت ها با توجه به علامهشان جمع میشه دیگه نه این دو علامه نداره مثبت است شش علامتش مثبت است پس چی میشه هم علامت هستند با هم دیگه جمع میشه علامه عدد بزرگتر پس دو و شش میشه هشت علامهشان میشه مثبت هشت بر سه سه است پس چی شد دو بر سه جمع شش بر سه جواب شد هشت بر سه تا دریافت کنیم خب خواست تبدیل میگه که ما شما اگر دو تا عدد داشته باشیم بینش جمع باشد فرق نمی کند دوی بر اول باشد یا شش بر سه اول باشد یعنی میتونی جای از یه چی کنی؟ تبدیل کنی با عنوان مثال شش بر سه جمع دوی بر سه پس دایی مثال که دایی بالا نوشته کردیم دوی بر سه اول است شش بر دوم اما ده اینجا شش بر سه دو اول است دوی بر دوم است سهیست؟ خب بیرم جوابش دریافت کن جواب از چی میشه؟ جواب از باز مخرج مساوی است یک تا از مخرج سر نوشته میکنیم خب شش مثبت با دوی مثبت هم علام با هم دیگه جمع میشه میشه هشت مثبت پس شد بر سه برسه بر برسه با هم دیگه چی شد مساوی شد پس خاصیت تبدیلی در عملی جمع درست است سیس چی رو میگم دیگه نه یعنی فرق نمیکنه که دوی بر عدد اول تو اول نوشته یا دوم دو اول نوشتن. فرق دو برسه اول باشه برسه جوابش در نهایت با هم دیگه چی میشه مساوی میشه پس ما و شما چه کردیم؟ در اینجا خاصیت تبدیلی بالای جمع را چه کردیم؟ چک کردیم یا بررسی کردیم و دیدیم که درست بود پس نتیجه میگیریم از اردو که جوابش اردویش هشت برسه شده نتیجه میگیریم دوی برسه دوی برسه جمع شش برسه مساویست با شش برسه جمع دوی برسه سیست؟ پس اگر سواد به ما و شما بگه که دو تا عدد به ما و شما دو تا عدد نسبتی میته میگه که خاصیت تبدیلی بالای جمع را چک کنید دی در دو در دو عدد شما باید کار انجام بدی یک بار دو بر سه جمع شش بر سه انجام بدی صحیح جوابش بکشه. یک بار باز تبدیل کنیم شش بر سه جمع دو بر سه و جوابش بکشه با هم دیگه مساوی پس نتیجه میگیریم که در اینجا دو بر سه جمع شش بر سه مساوی است با شش بر سه جمع دو بر سه به چی میگن به میگن خاصیت تبدیلی بالای جمع صحیح است خاصیت تبدیلی بالای جمع پس خاصیت تبدیلی بالای جمع در اعداد نسبتی برقرار است صحیح است فهمید چرا هم شد دیگه نه خب شاگرد عزیز یک سوال خاصیت تبدیلی بالای ضرب چی برقرار است یعنی در اعداد نسبتی در ضرب خب چک میکنیم کار نداره دا همین هر چک میکنم ما صحیح است به عنوان مثال دو داره شش بر سه ضرب در 6 بر سه خب در ضرب اعداد نسبتی چیکار میکردیم یادتان تا نست در این میگفتیم که صورت در صورت ضرب میکردیم مخرج را در مخرج یا میتونستیم قبل از چی کنیم اختصار کنیم ما و شما میتونیم ولی اختصار کنیم چرا با چی اختصار میکنیم؟ اگر یادتان باشد به شکل چی افقی گفتیم اختصار کده نمیتونیم یا به شکل عمودی باید اختصار کنیم یا به شکل ضرب در اختصار کنیم صحیح خب ولی کدام با یا با 3 اختصار میشه با کدام اختصار میکنم من با اختصار صحیح بر سه به میشه یک شش به سه اختصار کنیم میشه دو صحیح پس میشه چند دوی بر سه ضرب داره دو بر یک میشه حالا میتونیم چی کنیم ضرب بسازیم خب ضرب کنیم صورت در صورت مخرج در مخرج دو ضرب در دو چهار علامه شه هم مثبت هم مثبت مثبت در مثبت هم میشه مثبت مصبط. پس مثبت چهار مخرج سه ضرب در یک میشه سه مثبت در مثبت هم میشه مثبت که ما شما علامه نمانیم علامه چی هست؟ مثبت است پس شد 4 بر سه پس دوی بر رو اول نوشته کنیم شش بر سه دوم بینش علامه ضرب جواب شد چار بر سه حالا تبدیل کنید یعنی شش بر رو اول نوشته میکنیم دوی بر سه دوم نوشته میکنیم و می میکنیم واصلش آیا مساوی میشه یا نمیشه بیام چک کنیم پس ما شما ایر تبدیل کنیم پس شش بر سه زرب داره دوی سه. خب ضرب کنید دیره البته قبل که ضرب کنیم میتونیم باز دوباره چی کنیم اختصار کنیم یعنی شش که سه اختصار میشه کرد یعنی میشه یک و این میشه چی دو خب حالی ضرب میکنیم ضرب بسازید دو دو جواب میشه چهار الان میشه مثبت چون در دوش مثبت است مثبت در مثبت مثبت میشه و یک ضرب در سه میشه چند سه پس جواب از هم چی چه شد چهار برسه. سه چهار با هم دیگه دقیقاً چی شد مساوی شد پس نتیجه میگیریم از هر دو پس نتیجه میگیریم از هر اردو که چی؟ که دوی بر سه زب در شش بر سه مساویسته با شش بر سه زب در دوی بر سه سهیست که اردو جواب چی شد؟ مساوی شد پس شاگرده عزیز خاصیت تبدیلی بالای علامه جمع عمله جمع و بالای عمله ضرب برقرار است در عداد نسبتی سایس فرمید چی شد دیگه نه پس در سوال ده کتاب ده کارخانگی کار میکنیم این بخیر با ما میگه که دو عدد با ما شما میته میگه که شما خاصیت تبدیلی را چیک کن چک کن در عملی جمع یا در عملی ضرب چک کنی را بررسی کن و تو باید به شک بررسی کن نتیجه بگیری که در اینجا خاصیت تبدیلی برقرار است در اینجا چی است برقرار است پس شاگرد عزیز یادتون باشد خاصیت تبدیلی بالای عملیه های ضرب و جمع برقرار است در اعداد نسبتی خب سوال ممکنه به شما سوال پیش بیاید آیا خاصیت تبدیلی در عملی تفریق و تقسیم هم برقرار است خب چک میکنیم من تخته رو پاک کنم و چک میکنیم که بالای تفریق و تقسیم هم برقرار است یا نه پس من تخته رو پاک میکنم و چک می کنیم خب شاگردای عزیز و گرامی پس می چک کنیم که خاصیت تبدیلی بالای چی عملیه های تفریق و تقسیم ما برقرار است آیا درست است یا نه خیر درست نیست خب چک میکنیم یک مثال میزنم با عنوان مثال اما مثال که زدیم دوی بر سه سهیست دوی بر سه منفی شش بر منفی شش بر سه سهیست خب ای چی میشه یک تا از مخرج ها نوشته میکنیم مخرج ها مساوی سر نوشته میکنیم و دو علامه شش دو علامه مثبت است شش علامه چی هست؟ شش علامه علامت دو حالت میتونیم بگیریم یا میتونیم بگیم رو گفتیم جلسات قبل گفتیم اینی منفی را علامه شش در نظر بگیریم که منفی شوه یا میتونیم چی کنیم؟ شش علامه مثبت بگیریم و این را چی؟ به عنوان تفریق در نظر بگیریم سعیست؟ اردش جواب یکی میشه اگر این ما شما تفریق بگیریم این شش علامه داره علامه مثبت است باز باید ضرب علاما رو چک کنیم منفی در مثبت چی میشه منفی میشه صحیح پس جواب چی میشه منفی شش میشه دو مثبت با شش منفی هم علامه نیستند از هم باید چی شود باید کم شود پس دو و شش کم کنیم چند میشه چهار میشه جواب ما و شما چهار اما علامه عدد بزرگتر گفتیم علامه عدد بزرگتر وقتی میگیم در نظر میگیریم عدد ها رو بدون علامه در نظر میگیریم سه است خب شش بزرگتر است یا دو میگیم شش علامه چی است منفی پس جواب چی میشه منفی 4 بر سه است فرمول چرا خام شد دیگه نه خب حالا میریم شش بر را اول نوشته کنیم شش بر منفی دوی بر سه جواب چی میشه؟ خب باز دوباره یک تا از مخرج سه مساوی رو نوشته میکنیم و باز با توجه به علامه شش علامه نظر مثبت است دو را گفتیم یعنی مثبت علامه مثبت است در این منفی ضرب شود مثبت در منفی چی میشه؟ میشه منفی سهیست؟ پس شش مثبت دوی منفی هم علامه نیستند از هم کم میشه جواب میشه چار اما علامه عدد کلانتر یا بزرگتر دو کلان است یا شش شش بزرگتر است علامه شی است علامه نداره مثبت است پس جواب از چی میشه مثبت 4 برسه جواب از اول شد منفی 4 بر جواب از شد مثبت 4 بر آیا اردو دو مساوی است نه خیر یکتاش یک تاش مثبت یک تاش منفی است حال درست است مساوی است ولی علامه که برابر نیست پس هر دو با هم مساوی نیست پس نتیجه میگیریم که خاصیت تبدیلی بالای عمل تفریق برقرار نمی باشد یادتان باشد سیست پس میگیم که دوی برسه منفی شش بر سه مساوی نیست یک تا خط بالای مساوی میمانیم سیست شش برسه منفی دوی برسه سه سیست پس خاصیت تبدیلی بالای عمل تفریق برقرار نمی باشد بالای عملی جمع و ضرب درست است نه اما بالای عمل تفریق برقرار نیست خب بریم چک کنیم بالای عملی تقسیم چه رقم میشه بالای عملی تقسیم بالای عمل تقسیم ما هم مثال کار میکنیم دیگه صحیح پس دو بر سه تقسیم بر 6 بر سه خب جواب چی میشه تقسیم خب گفتیم ما میتونیم به دو را میتونیم کار کنیم نه هم راه اول چی بود گفتیم عدد اوله بدون تغییر نوشتن میکنیم دو بر سه عمل تقسیم تبدیل به ضرب اما عدد دوم چی میشه سرچپه میشه یا معکوس میشه شش سه جایش تبدیل میشه میشه سه بر شش سه حالی ضرب میکنیم البته قبلی که ضرب کنیم میتونیم اختصار بسازیم اینی سر کدیز سه اختصار میکنم اینی میشه یک اینی هم میشه یک اینی شش کدیز دو اختصار میکنم دو به دو میشه یک شش به دو میشه سه جوابش سه است خب جوابش چند میشه جوابش صورت در صورت مخرج در مخرج یک ضرب در یک میشه یک و یک ضرب در سه هم میشه سه و جواب ما و شما چی شد شد یک بر سه پس دو بر سه تقسیم بر شش بر سه جواب شد یک بر سه خب حالی بریم چی میکنیم؟ حالی بریم چک میکنیم که 6 بر 3 تقسیم بر 2 بر 3 چه رقم میشه؟ پس من دوشتن میکنم 6 بر 3 تقسیم بر 2 بر 3 خب عدد اول بدون تغییر بس 6 بر 3 خودش تقسیم تبدیل به ضرب عدد دوم سرچپه میشه 3 بر 2 سعیست؟ خب حالی رو چی میکنیم؟ اختصار میکنیم اینی 3 کدون دون 3 اختصار میشه این میشه 1 اینی هم میشه 1 و دو و شش هم اختصار میشه سعیست؟ سعیست یعنی پس چی میشه؟ اینی شش میشه سه و چی میشه؟ ای میشه یک حالی ضرب بسازید اگر ضرب بسازیم صورت در صورت مخرج در مخرج سه ضرب در یک میشه سه و در اینجا یک ضرب داره یک هم میشه یک سعیست؟ جواب چی شد؟ سه بر یک، یک بر سه با هم مساوی است؟ میگیم نه خیر، مساوی نیست است، چه رقم شد دیگه نه؟ پس شاگرده عزیز، خاصیت با نتیجهش بگیریم نتیجهام می‌گیریم که 2 بر 3 2 بر 3 تقسیم بر 6 بر 3 مساوی نیست با 6 بر 3 تقسیم بر 2 بر 3 صحیح پس شاگرد عزیز چی است خاصیت تبدیلی یا خاصیت جابجایی هم گفتم به این گفتم خاصیت جابجایی یا خاصیت تبدیلی در عملیات ضرب و جمع برقرار است اما در عملی های تفریق و تقسیم برقرار نیست درست است فهم نشد رقم شد دیگه نه پس خاصیت تبدیل در اعداد نسبتی رو ما و شما چک کردیم و با مثال براتون بررسی کردیم و دیدیم که در عملی های جمع و ضرب برقرار است اما در عملی های تفریق و تقسیم برقرار نمی باشد درست است پس اینو چی ما خاصیت تبدیل رو تیک مارک میکنیم پس ما شما تیک مارک اما موضوع دوم ما و شما چی از خاصیت اتحادی در اعداد نسبتی پس میریم سر تخته و ما برد نگم که خاصیت اتحادی به چی شکل میباشد؟ پس بریم سر تخته خب شاگرده عزیز و گرامی خاصیت اتحادی در چی اعداد نسبتی پس من میکنم خاصیت اتحادی یا بعضی از کتاب ها خاصیت اتحادی خاصیت شرکت پذیری هم او گفته میشه و معنای چی است معنای است که خاصیت تبدیل خیاط است همالی گفتیم نه خاصیت تبدیل چی بود گفتیم اگر ما شما دو عدد داشته باشیم در جمع به عنوان مثال فرق نمیکنه که اول کدام نوشته کنیم اول جمع دوم یا دوم جمع اول جوابش یکی میشه اما خاصیت اتحادی چی است میگه اگر ما شما سه عدد نسبتی داشته باشیم به عنوان مثال دم عملی جمع سه عدد نسبتی داشته باشیم خب عالی ارسی رو ما چه رقم باید جوابش دریافت کنیم به عنوان مثال مثال ما برات میزنم دوی بر سه جمع به عنوان مثال سه بر سه جمع پنج بر سه سی. سیست دوی بر سه جمع سه بر سه جمع پنج بر سه به عنوان مثال خب آلی این ارسی رو و ما و شما باید چی کنیم؟ باید اول بیایم دو تای اول جمع کنیم جواب با آخر یا دوتای آخر جمع کنیم جواب و اول کدام میشه این کار بکنیم و خاصه اتحادی میگه هیچ فرقی نمیکنه اردوش مفاهیم میشه یعنی ما و شما اگر سه عدد داشته باشیم بینش با جمع باشد فرق با ما و شما دوتای اول با هم دیگه جمع کنیم جوابش با آخر جمع کنیم یا دوتای آخر جمع کنیم جوابش با اول سیست یعنی میتون قوس بونیم به به قوس بونیم یعنی اول بگیم دو جمع سه برسی. و بعد جواب از که دریافت کردیم با پنج بر سه جمع بسازیم یا بتانیم چی کنیم یا میتونیم به این شکل انجام بدیم بگیم که اول بیم دو تای آخره جوابش دریافت کنیم و بعد جواب از رو با اول چی کنیم جمعش حاصلش دریافت کنیم صحیح پس جواب به کنیم که جواب هر حالت که انجام بدیم جوابش یکی میشه یا نمیشه به این خاصیت میگن خاصیت اتحادی صحیح پس ما میریم انجام بدیم به عنوان مثال دقت کنید شاگردان این پنج بر سه را مخرج را تبدیل میکنم که مساوی نباشد که کمی فرق کنه باید این را تبدیل میکنم این باشد دوی بر دوی مثلا عنوان مثال, مثال چهار، این باشد پنج بر سه سایس به شکل باشد دوی بر چهار جمع سه بر سه جمع پنج بر سه خب ما خواسته دو تا در چک میکنیم یعنی ما ما میخوایم چی کنم و به شکل قوس بانو یعنی اول دوی برشار جمع سه برسه رو جمع بسازم و جوابشه با پنج برسه جمع بسازم ببینیم که جواب چند نشه سیست خب این انجام میتیم خب مخرج ها مساوی است میگیم نه خیر مخرج ها مساوی نیست وقتی مخرج ها مساوی نباشد باید چه کنیم شاگرد عزیز باید مخرج مشترک بگیریم یا مخرج ها رو مساوی بسازیم چه رقم یاد تا گفتیم که ما اگر این سر در یک عدد ضرب بسازیم مخرج ازش انجام میتیم اما اگر چه نده دریافت نتا نسنو من میام مخرج ازش رو دهی ضرب میکنم و مخرج رو دهی ضرب میسازم این سر زبدر در ما چهار آل میسازم صورت داره چهار میسازم سه است اما در اینجا چهار زب داره سه میسازم ایرم زب داره سه که چند چهار سه چند میشه؟ دوازده میشه پس این میشه چهار سه دوازده مخرج ازی دو سه هم میشه شش جمع چهار سه دوازده سه چهار دوازده سه است؟ خواستشم میمانیم اینی جمع 5 برسن هم که کار نداریم خودشم فعلا نویشته کردیم فاب نشده خم شد دیگه پس شاگردای عزیز دقت کنید بسیار مهمه که ما و شما این قوس اول که گفتیم جواب دو, دو, دو تا اول با هم دیگه جمع میسازیم قوس ماندم ما من یارک نوشته کردم مشترک ساختم او دیگر ما کار ندارم خودش نوشته کردم عدد دیگره است خب حال مخرج از این مساوی سه یک تا از 12 نوشته میکنم پس یک تا از 12 نوشته میکنم شش مثبت با 12 مثبت میشه 18 مثبت است پس شد 18 18 بر 12 جمع دیگه 5 خودشه میکنم سایست پس این داخل قفس جوابش کشیدم شد 18 بر 12 و 5 بر 3 خودش نوشته کردم خب حالا این رو با هم دیگه چی میکنیم جمع میسازیم این رو جمع میسازیم باز دوباره مخرج از این مساوی نه خیر مساوی نیست ولی میتونیم مخرج مشترک بسازیم من این اگر ضرب در 4 بسازم 3 4 چند میشه 12 میشه مخرج از هم 12 است پس این ضرب در 4 خب پس حالا چی رقم میشه مساوی است با این 18 کار نداریم 18 خودش نوشته میکنیم عملی جمع میمانیم پنج زب در چار میشه بیست سهست. سه چارم دوازده یک تا از مخرج های دوازده رو میتونیم نویشته کنیم والی اجده مثبت با بیست مثبت با هم عمل هم با هم دیگه چی میشه جمع میشه میشه سی و مثبت سی و مثبت پس جواب ما و شما شد چند سی و بر دوازده ها اختصارم رو میتونیم خب فعلا کار نداریم به اون شکل خب پس ما و شما چی کردیم؟ آمدیم آمدیم چی کردیم دو تای اوله شاگرد عزیز دو تای اول ما آمدیم اختصار کردیم، دریافت کردیم و جوابش باز با آخر دریافت کردیم خب حالا اگر بیایم چی کنیم شاگرد عزیز اگر بیایم ما شما قوس ما را با دو تای آخر بگیریم یعنی ما اول جواب دو تای آخر جوابش دریافت کنیم و جواب جواب رو با حاصل از جواب با عدد اول دریافت کنیم ببینیم چه رقم میشه من یک دیگه نوشتم میکنم 2 بر 4 جمع 3 بر سه جمع پنج بر سه ما قوس خود به شک میمانم به شک میمانم یعنی ما پس اول داخل قوس دریافت میکنم دو تا آخر با همدیگه جمع میسازم پس دوی بر چهار ما کار ندارم خودش نوشته میکنم دوی بر چهار جمع خب داخل قوس مخرج چی است مخرج مساوی نیاز به مخرج مشترک ندارم یکی از مخرج سر نوشته میکنم صحیح است لیکن من حاجت سیر نوشتن میکنم و صورت ها سه مثبت و پنج مثبت هم الان مثلا میشه اشت مثبت صحیح است یعنی اشت مثبت شد صحیح است خب آلی جواب آخر دراف میکنم آلی هر دو را میتونه با هم دیگه جمع شد دراف کنیم مخرجاش مساویست؟ نه خیر پس مخرج از زب در چند بسازیم؟ زب در چار یا صورت هم زب در چار اما در اینجا زب در سه صورت هم زب 3. چرا زب در ساختیم چون سه چار دوازده 4 سه هم چند میشه دوازده میشه مخرج های ما و شما چی میشه مساوی میشه پس مخرج ها چی شد چهار سه دوازده دو سه شش جمع سه چار دوازده و چهارش سی و دو سه است خب عالی یک از مخرج های دوازدر نویشته میکنیم چون مخرج چی شد؟ مساوی شد شش با سی و دو اردوش هم مثبت است همه علامه هستند با هم دیگه چند میشه؟ جمع میشه میشه سی و اشت. پس سی و اشت بر دوازده آیا جواب با هم مساوی شد؟ بله دقیقا با هم مساوی شد سی و بر دوازده؟ سی و بر دوازده و کدام آسان تر بود؟ ای دو بود چرا؟ چون شاگرد عزیز اگه دقت کنی ای مخرجش بود نیاز به مخرج مشترک گرفتن نبود یک بار استفاده می‌کردند. نه اینجا مخرج اما در این سوال دو بار مخرج مشترک استفاده کردیم صحیح است پس شاگرد عزیز خاصیت اتحادی در عملی جمع برقرار است در عملی جمع برقرار است خاصیت اتحادی یعنی اگر ما و شما سه عدد داشته باشیم بینش با جمع باشد فرق نمی‌کند دو تای اول جواب شرف کنیم بعد با آخر یا دوتای آخر جواب شرف کنیم بعد با اول جواب چی میشه مساوی میشه پس خاصیت اتحادی در عملی جمع برقرار است شد چرا شد نه دختر رو پاک میکنم و خاصیت اتحادی رو بالای چی؟ عملی زرب هم چک میکنیم. بالای عملی زرب هم چک میکنیم. خب شاگرده عزیز، خاصیت اتحادی بالای عملی زرب چک چک میکنیم. بانان مثال همون فرق میکنیم. دوی بر چهار زبدره، سه بر دو زبدره، افت بر مانان مثال سه. صحیح سه عدد داریم بینش ضرب است خب ضرب بسازیم این رو, ای رو بگیرید منفی دوی بر چار ضرب داره سه بر دوی ضرب در هفته بر سه فرق نمی کنه خب خواسته تادر خواهیم چک کنیم من دوتای اول ضرب میکنم جوابش در آخر یا دوتای آخر ضرب میکنم جوابش در اول حال دوتای چی هست؟ دوتای اول ضرب میکنیم سورت در ضرب گفتیم که میتونیم چی است صورت در صورت مخرج در مخرج البته قبلش میتونیم اختصار کنیم یعنی معنی داره که دو دو میتونیم اختصار کنیم یعنی میشه یک یا میشه یک علامش منفی است صحیح خب ولی ضرب کو یک ضرب در سه میشه سه چهار زب در یک میشه چهار الان میشه میشه منفی زبدر در مثبت میشه منفی منفی سه بر چهار زب داره. اینی افت بر سه هم خودش افت بر سه, سه است. باز دوباره میتونیم اختصار کنیم اینی سه را که سه اختصار میکنیم این میشه منفی یک این میشه یک سهیست خب زب بسازید زب صورت در صورت مخرج در مخرج یک افت, افت. چهار یک چهار علامه منفی در مثبت منفی پس جواب آخر ما شما شد چه؟ منفی هفت بر 4 حالا امیر چی کنیم؟ بیم دو تای آخر اول در هم ضرب کنیم جواب در اول ضرب کنیم پس منفی دوی بر 4 زب داره سه بر دو زب داره بر سه پس من قوسه به این شکل میمانم خب حالا چرا قم میشه؟ پس شاگردان عزیز دقت کنید همین نکته بسیار مهم است من جواب از این قوس درف میکنیم پس من این عدد کار نداره میره خودش نوشته میکنم پس منفی دو بر چهار خودش نوشته کردم علامت ضرب عالی اردر ضرب میسازیم قبلی که ضرب کنیم میتونیم اختصار کنیم باز دوباره ان سه کدی سه اختصار میشه ان میشه یک ان هم میشه یک سه حال ضرب میکنیم یک ضرب در هفت میشه هفت دو ضرب در یک میشه دو صحیح علامش مثبت در مصادم که مثبت است علامه نمیمانیم اون ام مثبت میشه حالی ضرب انجام بدیم باز دوباره قبل که ضرب کنیم باز دوباره میتونیم اختصار کنیم یعنی دوره، که دو, دو مختصر اختصار میکنیم این میشه منفی یک این میشه یک است خب حالی ضرب صورت در صورت مخرج در مخرج یک افت افت چهار یک چهار علامش میشه منفی در مثبتم منفی اردش شد منفی افت بر 4 هم شد منفی افت بر چهار پس خاصیت اتحادی در عملی ضرب هم برقرار است سیست خب شاگرد عزیز سوال خاصیت اتحادی در عملی تفریق و تقسیم های برقرار است جوابش خودتون باید چک کنین باید در کتابچه مثل من مثال کار کنید. سیست سه تعداد میمونید به جای ضرب تقسیم باند. به جای ضرب یا منفی باند. سایست و ایره چکو و باید نتیجه بگیره که خاصیت اتحادی در عملی تفریق و تقسیم هم برقرار نمی باشد دقیقا مثل چی است؟ مثل خاصیت چی تبدیلی فقط در عملی های جمع و ضرب برقرار است اما در عملی تفریق و تقسیم برقرار نیست درست است؟ خب شاگرد عزیز درس ما و شما امروز خلاص میشه پس شاگرد عزیز و گرامی خاصیت اتحادی در عدد نسبت نم چک کده. میرم تیک مارک میکنم و میریم موضوع کار خانگی کار خانگی چی است تمرین های صفحه 106 و 108 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید و اگر کدام سوال کدام مشکل در هر کار خانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق واتساپ نمبرش هم که خودتان میدانید 20964 780 255 40 13 درست است شاگرد عزیز پایان درس سوم از فصل چهارم شاگرده عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم.